من یتیمم و تنها چیزی که برای من رسیده همین مغازه‌ای که پشت سرتون مشاهده میکنید. دیگه چیزی ندارم، فقط همینه. خونه برادرم هم تخریب شده که اونا هم چیزی ندارن، اونا هم الان توی چادر هم که اونجان. همینطور هم که میدونید پلها دیگه ارتباطشون قطع شده، ما نمیتونیم با روستاهای اطراف و ارتباط برقرار کنیم. در این منطقه الان پولی وجود ندارد، هیچ چیزی نمونده که برای راه ارتباطی بماند. مردم یکی اون دست جاده است، یکی این دست جاده، نمیتونن با هم ارتباط برقرار کنند. هیچ گونه راه ارتباطی نمونده، پلها همه برده، هیچ گونه پلی برای روستاها نمونده، همه تخریب شدن. شما برید مثلا یک پل نمونده تو این منطقه، همه ویران شده، یا یه پل از یه ستون ازشون مونده، یا کله مثلا معلوم نیست اینجا یه موقع یه پل بوده. راه ارتباطی وجود نداره. اگر یک بچه زمین بخوره دستش بشکنه با چه راهی میتونه بره درمانگاه؟ هیچ راهی نیست. مردم گرسنه‌ان، چیزی ندارن، خونه هاشون کاملا به زندگی براشون نمونده، هیچی ندارن. اینجا که همینجا که ما هستیم، اینجا یه منطقه بوده، اینجا یه خونه بوده، اینجا خونه این فرد تنها دارایش در این زندگی اینجا بوده. دوازدهم فروردین بود که سیل این منطقه رو فرا گرفت و زمان تا ساعت 8 صبح تمام خونه رفتن زیر آب. بعد مردم همه آواره کوه بیابون شدن، هرچی با علالحمد تماس میکردن با مسئولین مربوطه گاستان لورسال خورنباد، هیچ کس جواب بود، تلفن ها مردم نبود، یا قد می شدن یا ارتباط، هیچی وجود نداشت. بعد اونش گذاشتم، بعضیا چرمی داشتن مردم، بعضیا مرض قند داشتن، ناراحتی قند داشتن، بدبختی داشتن، بعد اونها هیچ گونه قرص، هیچ گونه داروی چوکو آواره بودن. اونش گذاشتم، هیچ مسئول فعلا نیومده که بررسی کنه ببینم آقا جریان شما به کجا خط شده. اونش گذاشتم، اینا زمانی که جمع میشن دوره هم هی میگن پدابند غیر عامل، خیال میکنم ما مد کودکی معنی پدابند غیر عامل حالیمون نمیشه. بعد مخصه هیچ گونه امدادی نداشتن اینا، حتی اگر یه هلیکوپتر اینا داشتن یه نفر 18 کیلومتری تنگتیر آب رو تیوبین برداشتن بردن سمت پلوختر، هرچی تماس با امداد هوایی کردن کسی جوابگو نبوده. این آقا داده بیداد کردن رو تیوب رو آب، سن اینو برداشت بود طرف پلوختر 20 کیلومتر رو آب بودم. هیچ کس برم تا به حال که آقا با من مصاحبه میکنه هیچ خبری از مسئولی نیست. خیرم وارد اینجا میشه، خیرم میبرم با این پولدارا معرفی میکنن.